اگر تو هر جای دنیا به غیر از قطب شمال و جنوب بریم و از مردم اون مناطق بپرسیم اعصاب خورد کن ترین موجود کدومه؟ 90% میگن پشه، بعدش میگن سوسک یا موش صحرایی. اگر ویدیوی کشنده ترین موجود دنیا رو در آنتن دیده باشید، خوب میدونید که این چه قاتل بلفطریه. هزاران نوعش در دنیا وجود داره و همشون هم یه شغلی دارن. خون میخورن، بیماری پخش میکنن، تولید مثل میکنن و بعدش هم میمیرن. زندگی پرباری دارن، البته برای خودشون. یکی از این پشه های دنیا جدیدن اومده سرتیتر خبرها، پشه‌ای که داره یک گندکاری تو دنیا ایجاد میکنه، پشه ببری آسیایی. این پشه با وجود اینکه لقب آسیایی داره، اما امروزه خودشو به همه نقاط دنیا رسونده. جایگاه اولیه این پشه جنوب ژاپن بوده و خیلی زود پخش شده به شرق آسیا. از شرق آسیا هم رفته به همه دنیا. این نقشه رو اگر نگاه کنید، هر جایی که قرمز رنگه این حضور داره. جاهای مرطوب و جنگلی رو دوست داره. مثلا تو ایران هم فقط تو جنگل‌های شمال و زاگرس پیدا میشه. البته به این نقشه دل خوش نکنید. این نقشه مربوط به سال 2015ه، یعنی 9 سال پیش. اما جدیداً که تابستون‌های دنیا گرم‌تر شده، این پشه در خیلی جاها دیده میشه. حتی تو جاهای سرد مثل نروژ و اسکاتلند هم خودش رو رسونده. مثلا نمیشه مطمئن بود که تو دانمارک اینو نمیبینی یا تو افغانستان دیده نمیشه. باید نقشه جدید بیاد که مشخص بشه خودشو به کجاها رسونده. ولی اینو میدونیم که در خیلی جاها بیماری تب دنگی دیده شده، مخصوصا تو منطقه خود ما. این بیماری تلفات انسانی زیادی رو تو آسیای جنوب شرقی به جا گذاشته، مخصوصا تو اندونزی. علائم این بیماری سردرد، کمردرد، پشت‌درد و تبه و بدنت هم یه جورایی خارش پیدا میکنه و جوش‌های مختلف رو نقاط مختلف بدن ایجاد میشه. خیلی ها میگن حس آنفولانزا به آدم میده. به تب دنگی تب استخوان شکن هم میگن. چرا؟ چون بیمار احساس میکنه استخونهاش از درد داره میشکنه. تو اندونزی به قدری انسان‌ها جونشون رو به خاطر این بیماری از دست دادن که تو این کشور بهش میگن تب خونی و منظورشون اینه که میکشه. البته 80% کسانی که آلوده به این ویروس میشن ممکنه این علایم شدید رو نداشته باشن. مثلا فقط یک تب ملایم دارن. یعنی یه جورایی میتونی با ویروس کرونا مقایسه کنی که بعضیا علایم زیادی داشتن، بعضیا اصلا حس نمی‌کردن. ولی تو تب دنگی 5% از مبتلایان احتمالاً وضعیتشون به وخامت میرسه. تو فرانسه این پشه دیده شده و چند موردم بیماری گزارش شده. برای همین دولت فرانسه و دنیا به شدت نگرانه. چرا؟ چون فقط 3 هفته دیگه المپیک پاریس شروع میشه. اگر قرار باشه ببر آسیایی هم تو المپیک شرکت کنه، خیلی مشکل بزرگی میتونه ایجاد کنه. چون در دوران المپیک صدها هزار انسان از همه جای دنیا میان پاریس و یه ماه بعدش میخوان برگردن کشورهای خودشون و این میتونه این بیماری رو به شدت گسترش بده. البته برای خود فرانسه هم یکی از مشکلات خیلی بزرگه، میتونه همه چی رو به هم بریزه. دولت فرانسه به شدت گذاشته پشتش که این پشه را تا قبل از المپیک ریشه‌کن کنه. کار خیلی سختیه، اما اونها دارن سعیشون رو میکنن. هر سیاستمدار یک مگس‌کش گرفته دستش و پشه میکشه. البته این قسمت شوخی بود. پشه و مگس رو نمیتونی ریشه‌کن کنی مگر اینکه جلوی تخم ریزیشون رو بگیری. برای تخم ریزیشون مزاحمت ایجاد کنی. چون کل عمر پشه حدود 1 هفته است و اگر اجازه ندیم تخم ریزی کنه، ظرف 1 هفته همه از بین میرن. حالا چجوری میتونیم جلوی تخم ریزیشو بگیریم؟ بهترین جا برای تخم ریزی اینها آبهای راکده.
حتی یک استخر گندیده که آب راکت توش باشه محل عالی برای تخمریزی اینهاست. البته استخرهایی که کلور توش داره نه. شاید بگیم ما اطرافمون آب راکت نیست، اما یک آب کوچیک هم میتونه کار انجام بده. مثلا توی ناودون یک خونه اگر یک ذره آب ایستاده باشه، اینها میتونن بیان تخمریزی کنن. این موجود موذی زیاد به زمانم احتیاج نداره، چون فقط در بین 24 تا 48 ساعت تخماش تبدیل به پشه میشه. یکی از دلایلی که به این میگن موذی میدونید چیه؟ اینه که یک پشه در طول عمر یک هفته ایش بارها تخمریزی میکنه، به طوری که تصاعدی جمعیتشون میره بالا. مگس هم تقریبا همینطوره، تو گنداب ها تخمریزی میکنه و خیلی راحت جمعیتشو میبره بالا. اگر واقع بینانه به ریشه کن کردن اینها نگاه کنیم، باید بدونید که کنترل همه آبهای راکت بسیار سخته و هر جایی میتونه یه مقدار آب ایستاده باشه. برای همین دولت فرانسه روش‌های مختلف رو به کار میبره و از طرف دیگه به مردم توصیه کرده با این پشه ها مبارزه کنید، اجازه ندید نیشتون بزنه. یا از کرم ها و اسپری های دافه پشه استفاده کنید، یا از پشه کش های مختلف دیگه. یکی از چیزهای دیگه‌ای که در ریشه کن کردن این پشه ها موثره، نبودن زباله تو فضای بازه. هیچگاه زباله رو به صورت باز نذارید. مثلا یک پوست هندونه‌ای که یه جا افتاده باشه، میتونه محل تخمگذاری اینها باشه. حتما زباله ها تو ظروف دربسته باشن، وقتی هم میذارید بیرون تو کیسه های دربسته باشن. مثلا اگر تو یک محدوده 200 متر در 200 متر خیلی پشه زیاده، مطمئن باشین اون نزدیک ها یک محل تخمریزی هست، چون این پشه ها مسیرهای طولانی پرواز نمی کنن. از همون موقعی که از تخم میان بیرون همون دوروبرا می پلکن. پس اگر با یک همچین چیزی مواجه شدین، منشأشون رو پیدا کنید و از بین ببرید. حالا چرا به این پشه میگن ببر آسیایی؟ چون اولین نفری که در مورد این پشه نوشته، فردریک سکوز انگلیسی بوده که در سال 1894 اسم ببر آسیایی رو میذاره این رو، و دلیلش این بوده که ظاهر این پشه مثل ببر خالخالی و خط خطیه، که البته نام علمی هم داره، ایدیز آلبوپیکتوس، یا همون ایدیز هم بهش میگن. خلاصه اجازه ندید اینها نیشتون بزنن. پنجره هاتون توری داشته باشه، زباله ها رو بیرون نذارید، آبهای راکت رو خوش کنید. اینها همه از بین میرن. نه تنها ببر آسیایی، بلکه پشه های دیگه و سوسک و مگس هم از بین میرن. با آرزوی سلامتی برای همه تون.